من کلا شخصیتم بوده که آدم تایید طلبی هستم. آدم چی هستی؟ تایید طلبی هستم. بعد کلا با اینم از البته شخصیت نیست تایید سبگونی، شخصیتی به اسم تایید طلب نداریم. یکی از ویژگی های برخی از تیپ ها، مخصوصا تیپ مهرطلب، وسط 60 تا چیزی که دارن، یکیش این است که دنبال تایید و تصویب دیگران است. ولی این بس. شخصیت نمیشه. مثل این است که فرض کنید اگر کسی اینجای دستش کجه یا زخمه، نمیشه گفت این همه بدنش بیواره یا مثلا بدنش مثلا کجه، دستش هست. میفرمودید درسته. و این بعضی اوقات باعث خشم من میشه که یعنی این اتفاق که نمیفته، و یا اینکه ازم انتقاد میکنن که شاید خیلی معادلانه باشه، این خیلی باعث خشم من میشه. خب آخه عزیز، شما اگر کسی هستید که دل به تایید و تصویب دیگران بستید، دو تا تعبیر براتون دارم. یکی میگن یه بادکنک سوراخی هستید که هرچی فوتش کنید فرقی نمی کنه. دوم، روزی که منتظرید مردم براتون دست بزنن، بالاخره وسط دست مردم شما له خواهید شد. ما تایید و تصویب دیگران رو نمی خواهیم. ما به عقیده و نظر دیگران توجه می کنیم، برای این عقیده و نظرشون احترامی قائلیم، خودشون عزیزن، عقیدهشون هم محترمه، ولی مال خودشون. و به هم سب کنید که الان دارم میگم بیشتر با خانواده منم در ارتباط، یعنی آدم های مختلف شد خانوادم که این اتفاقات به مرور تکرار میشه. نه سب کنید، نه بسال مخلوط نکنید. پدر و مادر منم یه عقیده درباره من دارن که من کمدانم و نامهربانم. خود دارن که دارم مثل مردمم میخوریم. من فکر نمی‌کنم تا گفتم مردم میشن غریبا داخل چیزی هم. فرقش چی عزیز؟ عقیده و نظر آدما رو ما خودشون عزیز، عقیدهشون محترم میدونیم. بعدم اگر موضوعی است که احتمالاً با اون نظر و عقیده من و شما باید در خودمون تغییر بدیم، تغییر میدیم. اگر این فرصت و امکان رو به ما میدن که توضیح بدیم، توضیح میدیم که اونا از اشتباه در بیاریم. اگر در اثر این گفتگو متوجه شیم ما اشتباه میکنیم، ما خودمون عوض میکنیم. اگر هم دیدیم نه امکان حرف زدن داریم، نه حرف ما را قبول میکنن، بذارید در عقیده غلطشون بمونن. چون در 98% موارد، 98% عقاید و نظریات مردم یا مردمان کوچکترین تأثیری تو زندگی ما نداره. این ماییم که حرف و عقیده دیگران رو تبدیل به کار رو چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم. خب نکنید. شما الان به من بگید 1000 نفر راجب تو این حرف رو زدن، اصلا اگر بعد به من بگید بخواد این حرف رو بزنید، میگم علاقه به شنیدنش ندارم، برای من اصلا مهم نیست. فرقی هم نه، البته من قضاوت مردم برام مهم نیست. من قضاوت رو منظورم نیست، منظورم اینه که من احساس خودم اینه که من در بچگی یه چیزی داشتم که این به من، یعنی اون حس مثبت رو نگرفتم، حالا یا به هر دلیل که بوده. بعد الان یه جاهایی مثلا مخصوصا تو ارتباطایی که برقرار میکنم، همین که مثلا هی میخوام که همه چی روال طبیعی و مثبت و خوب داشته باشه، به یه جایی میرسه که به مشکل برمیخورم، یهو اصلا کلن بدنم سیستم دفاعیش اصلا نه. ببینید عزیز، صبر کنید. نه میفهم. ببینید، باز مثل دوست قبلی کوشش نکنید. مثل که من به شما برگردم میگم پدر و مادر من رعایت نمیکردم، من چاق چاق شدم، خب حالا لاغر میشم. شما روزی که میدونید این حساسیت شما غلط هست و بد، یک کمک بگیرید، دو در مقابلش بیستید. من و شما توان اینو داریم، قرار نیست درگیر اون لحظه بشیم و یه دفعه خودمون رو رها کنیم مثل آدمی که از پشتمون خودشو رها میکنه. نه ببینید، شما هنوز، حالا بهتون عرض کنم، ببینید بحثی که با من میکنید نشون میده خودتون میخواید این حال بد خودتون رو به نوعی نگه دارید. من خدمت بانوی ارجمندی که تو قبلا اشاره کردن گفتم، من نیمی از کسانی که تو کار روان درمانی و تراپی پرومن می آمدن و میان، هنوز حرفشون است که ما میایم، هرچی هم بگیم به حرف تو گوش میکنیم و توجه میکنیم، پولت هم میدیم، اما قول بده ما خوب نشیم. انسان یه موجود است که نمیخواد خوب بشه عزیز. این واقعیت باید بدونیم. الان هم تلاش شما دست و پایی که میزنید برای اونه، نه اینکه بگم کارتون ای و ایرادی داره، نه، علتش این است که خود شما هنوز این حرف رو قبول ندارید که حرف مردم باد هواست. چون روزی که بپذیریم حرف مردم باد هواست و تو زندگی ما تأثیر نداره، خب ول میکنیم. مثل که من به شما برگردم بگم یک کسی در امریکا هست که از شما ایرانی خوشتون نمیاد، خب میگه درک نمیاد که نیاد. ولی اگر اومدی گفتید اه و شب به خاطر اون نخوابید که یه همسایه امریکایی من از شما ایرانی خوشش نمیاد، خب گرفتاری است.
ببینید ما قراره تو زندگی همطوری که الان من به شما میگم هوا اینجا سرد یا گرمه، شما قرار نیست اونجا به خاطر اون لباستون عوض کنید چون به شما مربوط نیست. ما ملت ایران باید اینو بفهمیم که این حرف و عقیده و نظر مردم در دنیای امروز تأثیری تو زندگی ما نداره و به میزانی که نسبت بهش بی‌اعتنا بودیم خودمونم خلاص میکنیم. یعنی ولی اگر شما بیاید خودتون رو آویزون مردم کنید، مثال چرا از اول عرض کردم، شما تایید مردم رو میخواید، خبر بد براتون دارم، له میشید. من روی تخته می نویسم مردم، بعد اعرابش رو درست کنم میشه مردم. مهم نیست پدر و مادرم، مهم نیست قریبند، بحث مردم همه دیگرانند و اتفاقا اونا بیشتر به ما میتونن آسیب بزنن. بنابراین من تو زندگیم بارها عرض کردم عزیز، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما خوشحال میشید، تاییدش میکنید، تصویرش میکنید، چه خوب. نمیکنید، بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. من که نمیدم تو این دنیا شما رو راضی کنم، من اینا رو فرستادم تو این رو گفتم برید مردم رو راضی کنید. کیا؟ مردم از خودشون راضی نیستن، از خداشون راضی نیستن، از زندگیشون راضی نیستن، از پدر مادر بچه‌هاشون راضی نیستن، من راضی باشم خب نباشم. و این نگاه رو تو عوض نکنیم گرفتاری است. من بارها شده دوستان جان، من خودم شخصا خیلی روی این مسائلی که برام پیش اومده، چون من 32 سالمه، خیلی مسائلی که برام پیش اومده خیلی سعی کردم که این باورها رو بذارم کنار، ولی خب یه جاهایی گیر میافتم که منو انگار دور خودم دارم میپیچم، یعنی موضوع رو نمیفهمم که جریانم از چه قراره. چون من خیلی خب به مدتایی بود که رو خودم کار میکنم، روی مسائلم که بالاخره دونه دونه اینا رو حل کنم روشون فکوت کردم، ولی این دقیقا این چیزی که من برام تا یه جاهای مردم مهم نیستم، ولی تا یه جایی میتونم تر، یعنی هی من میخوام یه جوی کاری کنم که مردم رو بفهمن. عزیز من عزیز، خب دیدید باز گرفتارم با شما. ببین قربونه، اصلا مردم شما را نمیفهمن، اصلا مردم علاقه ندارن که بفهمن من هستم یا نیستم، اصلا علاقه به فهمیدن من ندارن. چون منتظر چی هستی؟ شما این معلمید، برو درستو بده، بچه ها فهمیدن نفهمیدن یه مسئولیتی در حد شغلی و کاری داری، بقیش به تو چه مربوطه؟ من رو خط رادیو تلویزیون که اول آمدم یا رادیو که اول آمدم یه تلفن میگن که آقای دکتر حرفای شما درسته ولی مردم ممکنه برداشت غلط بکنن. گفتم دو چیز توشه، یکی به من مربوط نیست، دوم به تو مربوط نیست. چرا تو فکر کنی تو میفهمی حرف منو بقیه نمیفهمن؟ بعدم این حرف شما چیه که منو نمیفهمن؟ قرار نیست شما رو بفهمن، من شما کسی نیستین که بفهمنمون. عزیز من نمیدونم شما چه دین و آیینی دارید، همه مردم شما کتاب آسمانی شما پیغمبر شما رو قبول دارن، من فهمیدنش مردم خدا رو میفهمن؟ خب آخه عزیز اصلا ببینید همینجا انتظارات، اصلا قرار نیست مردم مرا بفهمن، مرا نمیفهمن نفهمن. دو، به خاطر نافهمیشون نظر غلطی راجع من دارن. خب دارم، من که میتونم راه بیفتم مردمو تصحیح کنم، من که میتونم الان بعد از این برنامه بیام در خونه تمام بینندگان و دونه دونه بگم که کجای حرف من اشکال داشت، درستشون کنم که مبادا سوء تفاهم بشه. مثلا یک ثانیه بعد یادم نیست اینجا بودم جان. دقیقا متوجهم، ولی مثلا میخوام تو رابطه هایی که بالاخره من برام به وجود میاد که بخوام چیکن، این بالاخره اولیه رابطه بالاخره باید خودم معرفی کنم که بگم اینجوریه، بعد طرز فکر و نقطه نظر فکری اون که به هم برخورد میکنه، خب اونجا آدم مجبور میشه که توضیح بده راجع به چیزی که فکر میکنه. من اصلا مشکلی نیست این که این اتفاق افتاد، بعد دیگه کات شه. نه عزیز من، ببینید باز رفتید سراغی از این مرحله که منو باید بفهمم، رفتید اون. و شما با یه خانم یا آقای میرید بیرون به خاطر همکاری یا به خاطر ازدواج، اولا فرض بر این است که اون آدم یه آدم نسبتاً عادی، اصلا نمیگم سالم، عادی و معمولی است. آدم عادی و معمولی وقتی به شما میرسه یه کوششی در جهت شناخت و فهم شما قراره بکنه و این آدم کوشش کنه شما رو بفهمه. پس نه تنها کوشش کنه شما رو بفهمه، فرصت بهتون میده شما خودتون رو تعریف کنید و توضیح بدید. اگه این اجازه به شما ندید کار خرابه. و اگر این آدم نیست که اصلا همچین چیزی رو شما رو نمیفهمه، که نه شریک شما میتونه باشه نه همسر شما، ولی چیکار بره؟ ببینید موضوعی که وجود داره این است که شما میخواهید حرفای کمی غیر عادی بزنید و شمایید که انتظار غیر عادی دارید. شما دلتون میخواد اگر میتونید مثال نذارید، مثل به من بگید مثلا کجا چی شد تا من به شما بگم اشکال از کجاست عزیز. یعنی مثلا من رو خط رادیو تلویزیون عزیز، من با 15,000 نفر رو خط رادیو تلویزیون حرف زدم، هیچ مشکلی برای فهمیدن دیگران ندارم، هیچ. و فکرم میکنم بله. کوششم میکنم. دوم عرضم هم میکنم، نه عرضم هم میکنم، ولی باش مسئله ندارم عزیز. چون ببینید قربونه،
روزی که شما در یه حالت آرامی بدون که اون هدف‌ها رو داشته باشید کار بکنید، از همه سلولای مغزی شما خبر میاد و هر چه اطلاع دارید میتونید بگید. روزی که شما نگران قضاوت و نظر مردم شدید، دفعه 20%، 30%، 80% اینا خالی میشه. حالا خودتونم پرت و پلا میید. به طوری که وقتی ای ضبطتون کنن میگید من چرا اینجوری حرف زدم؟ من چرا اینجوری گفتم؟ من چرا اصلا مثلا اینجوری شروع کردم؟ علتش این است که شما خودتون نبودید. شما این دست منو نگاه کنید، بعد این 10 تا انگشت من حرف بزنن. روزی که دفعه من 4 تاشو از این ور 4 تا از اون میام، حالا با این چه میشه؟ خب همه اطلاعات اینجا رو من باید حدس بزنم و مشکل برای خودم وجود داره. شما ببینید عزیز، مشکل شما در نظر تکنیکی سلف استیم و حرمت نفسه. دلیلش هم دو تا چیز سنگین اونزی: یک، خودتون رو خوب نمیدونید. دو، خودتون رو خواستنی و دوست داشتنی نمیدونید، چون خودتون رو دوست ندارید. ریشه‌ش اونجاست. من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. خب بله دقیقاً همین. خب همین، ببینید عزیز، حالا شما چند تا کوشش می‌کنید. یک، حرف مردم براتون مهم میشه. دو، اشتباه نباید بکنید. سه، هیچ شکست نباید بخورید. چهار، همیشه در حال مقایسه، همیشه در حال مسابقه. از طرف دیگه اون چیزی که شما گفتید نمیتونم، فکر بد، غلط و منفی دارید. یعنی راجع به من فکر بد و غلط و منفی میکنید. یعنی شما وقتی با من حرف میزنید میگید این منو نفهمید، یا حرفتون این است که این نمیخواست منو بفهمه، یا این آدم یه سوء نیتی داشت. و اینا در حالت عادی غلط عزیز، و این حالت دفاعی شما، یعنی این حالت دیفنسیو شما و حتی حالت حمایتی پروتکتیو شما، بین شما دیوار میذاره و بقیه. یعنی من میام سراغ شما، به جای اینکه شما رو ببینم یه دیوار، من حالا کوشش میکنم از این دیوار برم بالا، میام پایینم یه دیوار دیگه است، بعد یه دیوار دیگه است، بعد یه دیوار دیگه است. من یه بسا هرگز شما رو نمیبینم. چرا؟ برای که شما خودتون رو چون خوب نمیدونید و خواستنی و دوست داشتنی رفتید پنهان کردید. و فکر کنید اگر یه روزی خودتون باشید خراب میشه، مگر اینکه به شما کاملا فرصت بدن که شما هی بگی تو بگی تا مردم شما رو باور کنن. نه، یعنی به قول اگر اشتباه نکنم شاملو، ای کاش میتوانستم خون بدنم رو قطره 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 بگریم تا شاید باورم کنم. ای کاش میتوانستم. برای که برخی از اوقات تا ما قطره قطره خونمون رو نگیرن باورمون نمی کنن. ولی یه پرسشی هست، من چرا میخوام دیگران منو باور کنن؟ من قراره خودم رو باور کنم؟ من قراره با ملاک ها بسنجم که باور من درسته یا غلطه؟ یه ملاکی پیدا کنم میگم باورم درست یا غلطه؟ بعد شما میخواید بفهمید، میخواید نفهمید. من مسئولیت دیگری رو ندارم عزیز. من مسئولیتم در بیان مطلب به اون گونه ای که درسته. اما اگر شاگرد من نمیفهمه، اگر کسی ازش برداشت غلطی میکنه، اون دیگه با اونه، من روی اون کاری نمیتونم بکنم. ما تو زندگیمون قراره بدونیم تواناییمون کجاست. چرا بزرگترین مشکل مردم دنیا و مردم ایران به نظر من، اگه قرار باشه مشکلی باشه غیر از مسائل اجتماعی، فردی، حرمت نفس، سلف استیمه؟ چرا؟ چرا مطالعه‌ای که در امریکا صورت گرفت که 7 تا مشکل ایالت کالیفرنیا داشت، گفتن اگر قراره به تهش برسیم این 7 تا مشکل اساسی که تو این ایالت وجود داره، بعد از 10 سال مطالعه چسب می‌رسیم به سلف استیم و حرمت نفس. برای که پایه حرمت نفس عزیز دو چیزه: من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. خب حالا تکلیف من روشنه. منی که بدن وقتی میام تو مهمونی و دلم نمیخواد بد باشم، حالا باید دست به یه مانورایی بزنم و به مجردی که شما اولین حرف رو به من زدید من اعتنا نکردید، یا دو نفر نگاه کردن به هم خندیدن، من به هم میریزم، ای باد باز دو مرتبه همه فهمیدم من خوب نیستم. بعدم میخوام شما من توجه کنیم، شما با یکی دیگه حرف میزنید، میبینم وای با اون آدم چقدر خوب و خوشید میخندید، من که اومدم خیلی عادی من برخورد میکنید، پس خواستنی هم نیستم. من میرسم سر همون احساس بد. و به همین جهت است که عزیز، بارها من گفتم بسیاری از مردم دنیا و متاسفانه در کشور ما خیلی بیشتر هستن که تمام هدفشون در زندگی، در تمام ارتباطاتشون با دیگران دو چیزه: به مردم ثابت کنن خوبن و به مردم ثابت کنن خواستنی و دوست داشتنیه. تمام کوشش ما میریم توی مهمونی لیلی بلالایی این میذاریم، پلو اون میشینیم، حرف از اون میپرسیم، راجع به احوال مادر اونو بدون که اصلا ما مربوط باشه، زنده و مادر خودش برای ما مهم نیست، ولی میپرسیم، اونم با آب و تاب تعریف میکنه، بعد وانمود میکنه واو چقدر متاسف شدیم، به چقدر خوشحال شدیم، در حالی که نشیم. چرا؟ برای که میخوایم به اون آدم این پیام بدیم لطفا منو خوب بدون، منو دوست داشته باش.
به همین جاست که خسته میشیم از خودم. جان ببخشید، من این مسئله‌مو مثلا تو بیرون و تو اجتماع و تو دوستای خودم کمتر دارم، ولی تو خانواده‌ام بیشتره. یعنی این چالش و این کشمکشی که یعنی اونا ناراحتم میکنن برای این دو تا مسئله که الان شما گفتین، تو خانواده‌ام بیشتره. یعنی همیشه مورد انتقاد بودم. خب همین سب کن عزیزم، دقیقا میخواستم من قبل از که تو بگم همین بگم، برای اینکه روزی که من تو خونه با پدر و مادر یا خواهر برادر یا دوربریای زندگی میکنم که سخت گیرن و انتظار و توقع دارن و به واقعیات توجه نمیکنن و سرزنش کنندن و به گونه ای برخورد میکنن که من احساس خوبی نمیکنم، من خب دائما باید اونا خود جلوی اونا خودم رو ثابت کنم و بعدم فایده ای نداره، بلکه که اونا خیلی بیشتر میدونن. تازه هر وقتم الان کارم خوب بود برمیگردم به گذشته و به همین جد است که متوجه اولم صحبتت شدم عزیز، که فاصله‌ای که با من حس کردیم بود که تو راجع به مردم حرف می‌زنی، من راجع به مردم حرف می‌زنم، راجع به خانواده هم صحبت. اتفاقاً اونجا گرفتاری است. من همیشه عرض کردم تو با کدوم ماشین تصادف می‌کنی؟ با ماشین خیابون اووری یا ماشینی که پهلوته؟ من چرا سر کلاس‌ها، اگر کلاس‌های من بیای وقتی میرم اونجا میگم خب خوشحالم که دشمنان اومدن، حالا انشالله بقیه دشمنانم میرسن. حرفم این است که مثلا با دوستام راحت نیستم. من تمام آسیبم از دوستام دیدم. من از بیگانگان هرگز ننالم، جان دلبر که با من هر چه کردن آشنا کرد. برابر این گرفتاری ما اونجاست. اگر اونجا روابط درست باشه معلومه شما حتی ممکنه دوستاتون قبولتون داشته باشن، به عقیدتون، به نظرتون، باهاتون مشورت کنن، اما شما به اونجایی که درباره مسائل خودتون لب باز میکنین، مادر شما مثلا فرض کنین برمیگید میگید این آقا مثلا آقای خیلی متینی نبود، میگه خیلی خب حالا تو نصف اینو پیدا کن، شوهر کن، ما رو خلاص کن، هیچ بیا درستش کن. چرا؟ برای که اونا مسائل خودشون رو دارن، برای که اونا از کودکی من و شما با ضعف و زبونی ما آشنا بودن و اگر آدمی هستن که واقع بین نباشن و سرزنش کنن و انتقاد کننده باشن، من و شما گرفتار میشی. بله شما اگر حتی تو دوستاتون یه دوستی قبول شما رو نداشته باشه، شما میرید آگاه و ناآگاه کوشش کنین خودتون رو برای اون ثابت کنین. علتش هم این است که ما همیشه بخوایم یه ترمیم رو انجام بدیم، بعدم بسیار از اوقات پدر مادر ما رو همینجوری قلاب میکنن عزیز، یا دوربریا دوستان شما خیلی راحت با اینکه تو مهربون نیستی و من توجه نمیکنی سبب میشن که شما دو برابره دیگران به اونا تلفن کنید. علتش هم این است که آدمای خشمگین و طلبکار ناراضی وقتی بیفتن گرفتار یه آدم بدهکار مثل شما زود قلابش میکنن. من بارها عرض کردم ما در دنیا قرار بی حساب باشیم، نه طلبکار نه بدهکار. بسیار از ما طلبکاریم از همه و یه دیگه ما بدهکاریم. عجیب اینه که این بدهکارا دنبال طلبکارا میدوند و گرفتاری اونجاست. به همین جد است که مشکلی که شما دارید عزیز به دلیل آسیبای کودکی و مخصوصا در یه جامعه مانند ایران که مسئله زن غالب اوقات زیر یه فشاری بیش از حد هست، شرایطی فراهم میکنه که شما تمام مدت باید خودتون رو ثابت کنید و همیشه باید نشون بدید که میدونید و میفهمید و خوبید و پاکید و چنینید و چنانید و جلو هر سوء تفاهمی رو بگیرید. اشکال کار در اینه که این همه نیرویی که صرف تحت تأثیر قرار دادن دیگران شما قرار میدید مانع رشد شما میشه. آدم سالم کسی است که تمام نیرو رو صرف رشد و تکامل خودش میکنه و از خودش موجود بهتر و برتری میسازه. آدم ناسالم که تو فرهنگ های ماست تمام مدت بخواد دیگران رو قانع کنه که چقدر آدم خوبی است و بنابراین از اینکه خودش رو خوب و بهتر کنه دور میافته. و این مسئله سلف استیم. من متاسفانه 22 تا الان کار دارم که اعلاناشو میبینید. دو تا چیزی که کم دارم اعتماد به نفس و مهمتر از اون حرمت نفس، امیدوارم یه فرصتی پیدا کنم که به دنبالش میگردم بتونم سی دی در این زمینه بیرون بدم. برای که موضوع اصلی و اساسی ما سلف استیمه و اون چیزی هم که شما شکایت میکنین اون احساس بدی است عزیز که آشکار و پنهان تو وجود شماست. به همین جاست که از نظر علمی گفته میشه 70% مردم وقتی بری ته وجودشون زیرش نوشته من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم. گرفتاری ما از اونجا شروع میشه. سه سالگی من خیلی چون خیلی کار کردم و اینو پیدا کردم، بعد هنوز با اون گره هنوز موندم. ولی حق دارید عزیز، ولی الان شما دارین میگین یعنی همین جور دارم دست و پنجه نرم میکنم، نه تنها جلو نمیرم، همون جوری موندم. خب آخه ببین عزیز، من متأسفانه با آخر وقتم مثلا اشکال کار این است که جامعه و فرهنگ ایران به دلیل مهربانی و وابستگی هر کی ذره سرشو بیار بالا میخوان تو سرش بزنن. یعنی یه گیوتنی داره همینجوری حرکت میکنه که هم که سر بلند کرد سرشو میزنن. ما متاسفانه از نظر فرهنگی تحت فشاریم. شما به عنوان یه زن خیلی از اوقات میگن خودتو جمع و جور کن، این کارو نکن، اون کارو نکن. چرا؟ برای که زنی.
و اینا معلومه که من و شما رو پایین میاره. این احساسهای ویرانگر از اونجاست و متوجه هم نیستن که شما به عنوان یه زن که بعدن میشید مادر، وقتی این احساس بده دارید به فرزند پسرتون هم منتقل میکنید و همجاست که گرفتار اونجاست.